جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه از مناطق ویران شده بر اثر طوفان میلتون در فلوریدا دیدار کرد. او همچنین از بودجه 612 میلیون دلاری برای حمایت از جوامع آسیب دیده از طوفان‌های میلتون و هلن خبر داد. این بودجه نه تنها برق را احیا می کند، بلکه سیستم برق منطقه را قوی تر و توانمندتر می کند و دفعات و مدت زمان قطع برق را کاهش می دهد، در حالی که رویدادهای شدید تغییرات آب و هوایی مکرر می شوند. با این حال اطلاعات نادرست پیرامون واکنش دولت فدرال به سرعت گسترش یافته است. الهاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی در برنامه فیس دی نیشن در شبکه تلویزیونی CBS گفت که او فوق‌العاده نگران است. It is extremely pernicious. این بسیار مخرب است. ما افرادی داریم که نیاز به کمک دارند که مستحق دریافت کمک هستند، ولی به دلیل اطلاعات نادرست به دنبال آن نیستند. ما به افراد، مقامات منتخب و افرادی نیاز داریم که بستر لازم برای افشای این اطلاعات نادرست را داشته باشند. ما به اندازه کافی از این افراد نداریم. کامالا هریس نامزد دموکرات ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهوری آخر هفته را در کارولینای شمالی گذراند. روز شنبه او به امدادگران پیوست، زیرا بخش غربی ایالت با پیامدهای توفند هیلن دست و پنجه نرم می‌کند. رقیب سیاسی هریس دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق از دولت بایدن به دلیل آنچه که او واکنش ضعیفی به توفند می‌خواند انتقاد کرده است. جی‌دی ونس معاون ترامپ روز یکشنبه در مورد دروغ‌هایی که توسط رئیس جمهوری سابق تبلیغ می‌شود، از جمله اینکه کمک به قربانیان جمهوری‌خواه فاجعه عمدن توسط سازمان‌های دولتی فدرال متوقف می‌شود یا به مهاجران غیرقانونی داده می‌شود، مورد سوال واقع شد. ما نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره رو داریم که در محل هستند و نماینده اون منطقه هستند و میگویند که آنها باید با کاخ سفید تماس بگیرند تا سازمان کمک رسانی به بلایای طبیعی یا فیما غذا و آب به منطقه برسونه. صادقانه بگوییم، من فکر نمی‌کنم که هیچ خرابکاری در اینجا اتفاق می‌افته، اما فکر می‌کنم که ما پاسخ نامناسبی به این بحران خاص داشته باشیم. صدای آمریکا از مناطق طوفان زده در شهر اشویل در کارولینای شمالی بازدید کرد و با برخی از آسیب دیدگان در مورد واکنش دولت صحبت کرد. از آنچه من دیدم فقط در هوا، هلیکوپترها و همه این چیزها ما گارد ملی را دیده ایم که در اطراف در رفت و آمدند. منظورم این است که فکر می‌کنم پاسخ مناسبی وجود دارد. ما هنوز هیچ حمایتی از دولت یا فیما یا دولت محلی نداشتیم، اما ممکن است هنوز هم در حال آمدن باشد. با رو به اتمام رفتن منابع مالی، دولت بایدن از کنگره خواسته است تا بودجه اضطراری اضافی برای بلایای طبیعی را قبل از انتخابات ریاست جمهوری در 5 نوامبر تصویب کند.